ضریب جینیمون الان 14 با یه اختلاف یه ذره پایین یه ذره بالا. قبل از انقلاب نیم رو رد کرد، ضریب جینی خیلی بد شد، تو دوران انقلاب یه خورده هی بهتر شد، در دوره آقای احمدی نژاد به دلیل دادن یارانه ها بهتر شد، اومد پایین، دوباره زمان آقای روحانی رفت بالا. ولی هر چه که هست زیاده. ما یکی از شعارامون اینه که فاصله طبقاتی رو کم کنیم. خب من اینجا اول از نظام دفاع کنم. ببینید بعضیا فقط ضریب جینی رو شاخص عدالت، یعنی شاخص کار کردن نظام برای محرومین میدونن. ببین ما یه سری کارا کردیم، مثلا رفتیم تو روستاها جاده بردیم، برق بردیم، گاز رسوندیم، آموزش بردیم، یه جاهایی زیاد بهداشت بردیم. اینا سرویس های بسیار خوبیه. قبل انقلاب اصلا این خبر ها نبود. من چون قبل انقلاب برنامه کوهنوردی مفصل داشتم و اوایل انقلاب، یه جاهایی که ما 3 فقط تو برف میرفتیم یه قله رو بزنیم، الان که میخواستیم بریم گفتن آقا تمام اونجا جاده شده، دو بانده، اصلا کوهی دیگه وجود نداره. حالا نکات منفی سر جاشا، ولی تمام اون روستاها الان همه چی دارن. من یه برنامه 3 از شهمینزاد تا شاهی موقع قائم شد رفتم با یه گروه 20 که سرپرستشون بودم، تمام این فضا هم برف بود که تا اینجا ما تو برف بودیم. به بعضی از روستاها میرسیدیم، داروهایی که ما همراه داشتیم غارت میکردن، همه رو دادیم، چون گفتن اصلا راه ها بسته است تو این سما، کسی اصلا نمیاد به این سمت. ببین ما این کارا رو کردیم، من دفاع میکنم از نظام جمهوری اسلامی، ولی اینا تو ضریب جینی نمیاد. ما باید توی تحلیل ضریب عدالت وقتی خودمونو با دوره پهلوی مقایسه میکنیم بدونیم این خدمات شده، اینو مفروض داشته باش، خیلی مهمه، خیلی مهمه. کمتر دیدم کسی حرف بزنه، کمتر دیدم کسی این رو بگه. اما اگر منظورمون حالا دیگه وضع زندگی و معیشت مردمه، خب وضعمون خوب نیست، یعنی عدد برا ما خوب نیست. اولین مشکل ما اینه که ما طبقه متوسط و فقیر کردیم. یه دانه بندی داره، یه هارمونی داره جامعه. بالاخره یه تعداد توی این منحنی ها فقیرن، طبقه متوسط هم برخوردارن، ما باید اینا رو نزدیک کنیم. شما امروز مواجه هستیم با اینکه طبقه متوسطتون داره فقیر میشه، یعنی زکات بده ها دارن زکات بگیر میشن. اون درگیری های 2 پیش اصفهان یادتونه، کشاورزای اصفهان سر آب که چقدر جنب امنیتی کرد، من خیلی اون موقع کار کردم روی این موضوع. کشاورزا که همه خانواده شهیدن، پدر شهیده، ولی درگیر شدن با نیروهای انتظامی. یکی از مهمترین کارها اینه که هر سیاستی که موجب افزایش طبقات میشه ما باید بزنیم زیر میزش. چون خیلی دوست داری من زیر میز رو بگم، حالا اینا رو بهت میگم. تو هر جا که میرید میبینید که طبقات معنا پیدا کرده، یه طبقه بهتر و ژن برترن، یه طبقه پایین‌ترن.